از پس گذر سالها CIA سندی منتشر کرده که تاریخ نگاران را به چالش کشیده است. هیتلر که عمری گفتند در روزهای آخر جنگ که ارتش شوروی به برلین هجوم آورد با خوردن سم و شلیک گلوله خودکشی کرد، گویا خودکشی نکرده و این یک داستان ساختگی بوده که خودش طراحی کرده و بعد به کولومبیا گریخته با تغییر چهره و یک نام فامیل دیگر. داگ هنوو، روزنامه نگار و پژوهشگر تاریخ. وقتی این سند رو میخونی باورت نمیشه، انگار مواد مخدر سنگین زده باشی، دیوانه وار قاطی میکنی. منابع خبری CIA میگویند او از کولومبیا به آرژانتین رفته، از آنجا هم به برزیل. در برزیل برخی ها معتقدند تا 95 سالگی تا 1984 میلادی زنده بوده. در تمام این سالها CIA برای شناسایی هیتلر با انتشار چهره های مختلفی از او تلاش میکرده. گرچه حالا با انتشار یک سند نمیشود با قاطعیت درباره سرنوشت هیتلر نظر داد، اما به هر حال این گمانه زمانی تقویت می شود که به خاطر بیاوریم چند سال پیش نتایج مطالعات روی خاکستر منتسب به هیتلر نشان داد جسد متعلق به زنی 30 و چند سال است، نه هیتلر. این خبر حالا در امریکا سر و صدا کرده، مخصوصا اینکه ترامپ رئیس جمهور امریکا مجوز انتشار این سند را صادر کرد.